و او در آغاز تنها بود، تنها آمده از دورهای دور و بیابانهای از بیداد مفتور. وارسته بود و از تباری تابناک، از ظلم بیابان گریخته و به آزادی کوهستان پناه آورده. نخستین یار که به دو پیوست آهنگری بود دورگرد از روستای شرکان، و دوم نجاری با کولباری از افزار درودگری که از روستای سرخطوت آمده بود. جویای مکانی بودند که در آن بنیان زندگی بر آزادی گذارند. در کمرکش کوه با شیب‌های تند مشرف بر رودخانه سیروان در جستجوی یاران دیگر. کوهستان اورامان که رودخانه سیروان را در دل خود به وجود آورده، معبری سخت و خطرناک دارد. گذشتن از آن توان فرساست، ولی امید توان پیمودن راه گران را آسان کرده و اقبال یار و مددکارشان است. این زمان بنایی از روستای دیوزناف پیوستن به اجتماع آن سه نفر را بر خود ارزانی می دارد. مرسوم باستان چنین بود که پیشوران در گیرودار زندگی پیوسته از این دیار و آن دیار روان بودند. اکنون زمان آن رسیده است که جمع یاران کوسه حجیج کامل شود. جولاگری از روستای بدرآباد ماهیدشت و گیوه بافی از روستای طویله و گیوه کشی از پاوه به جمع یاران می پیوندند. در معبر کلنچین که باریکهی تراشیده در دل صخره هاست، ستیز چشمی بل، خروشان و کفالود با سیروان گلالود بارقی امید می افروزد. پس رحل اقامت بستن و آستین کار بالا کشیدن زیبندی این اجتماع به هم رسیده است. تشکیل زندگی در جوار چشمی تابناک بل، فکر تأسیس آسیابی را به وجود می آورد که با خودیاری کوسه و یارانش پیریزی می شود. در تلاش برای پیریزی روستای حجیج در قلب کوه هفت کشان، آنها شش نفر بودند. در اجتماعی که در شرف تکوین است، زنان زحمتکش که همدوش مردان در تلاشند به زندگی شکل میدهند. ضرورت ساختن کاشین جلوه میکند. در جواران محلی برای عبادت و سرانجام شور و همفکری پیریزی میشود. مسجد مرکز سفل جامعی نوبنیاد حجیج میشود و هر روز آغاز زندگی کوهستانی با بانگ صبحگاهی اعلام می‌گردد. Oh, no.
اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. مردم حجیج مردمی گشاده رو و متواضع با لباس متحد و شیک و اندامی برکنه، پایبند سنت خود و مورد به رهبر متوفای خود کوسه حجیج می باشند. پیر و جوان، غنی و فقیر، پوشش یکسان به تن داشته، دارندگی در آن وجه تمایز نیست. آنچه ملاک است مهارت و کارایی است. حسادت و کین و دورویی بسیار اندک و مفاسد اجتماعی از قبیل دزدی و شرارت و دروغ کمیاب است. زیارتگاه و مقبره رهبر کوسه‌دون حجیج در مدخل روستا قرار دارد. هر خروج و دخولی باید به اذن او و طلب از روح جاوید او باشد. زیارت مزارش وظیفه همگان است. مقبره کوسه حجیج از 1100 سال پیش باقی است و همان شکل دیرین را دارد. هیچ تعمیر و تزیینی نپذیرفته و نمیپذیرد. پناهگاه مستمندان و دردمندان است. زائرین به گرد مزارش می‌نشینند و هر زائری نیازی در دل از آستانش طلب گشایش می‌کند. معماری روستای حجیج کاملترین نمونه معماری اورامان است. خانه ها پله پله بوده و دیوارها سنگی است. بنا در دو طبقه و هر طبقه از دو اتاق و یک ایوان تشکیل شده است. پیبنای جامعه حجیج بر کار کلیه افراد از کوچک بزرگ پایه‌گذاری شده است.